خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان نازنینم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه گفتگویی داشتیم با چند تا از دانشجویان عزیزم و الان وارد بخش بعدی لایومون شدیم که الان وارد کلاس جدیمون شدیم که تو چند ثانیه اولم نزدیک به 2000 نفر اومدن. خیلی خوش اومدین به جلسه دوم از لایومون. امروز یه کلاس فوق‌العاده رو داریم. خدا رو شکر میکنم که فرصت بهم داده که بتونم با شما عزیزانم صحبت کنم. امروز تیکه من میگه در امروز در حد تیم ملی براتون نکته دارم، نکته های تعداد پایین تر ولی عمیق تر. میخوام مطالب عمقی بهتون منتقل کنم. شک ندارم در این جلسمون مثل همه جلساتمون خداوند و فرشتگانش هم حضور دارند و میخوام که تو تصمیم بگیری و چند قدم جلوتر از تو راه بیافتن و تو رو هدایت کنن و مسیر تو هموار کنن. یه خوش آمد ویژه هم میگم به عزیزانی که اولین باره دارن صدای بنده رو گوش میکنن و چهره بنده رو میبینن. خدا خواسته که بین این همه پیج شما وارد پیج من بشی و این لایو رو نگاه کنی. خدا میخواد که شما آرامش و ثروت وارد زندگیت بشه. پس لایو رو از دست نده و تا آخر لایو همراه من باش. براتون امروز حرفای فوق‌العاده یا آماده کردم. در جلسه قبل که جمعه هفته قبل میشه راجع به چند تا موضوع اومدم صحبت کردم که یه کوچولو من راجع به هفته قبل بگم و وارد مباحث این هفتم بشم. هفته قبل راجع به چی صحبت کردیم؟ یعنی اومدیم راجع به قانون مقاومت صحبت کردیم. بعد وارد مبحث انرژیا شدم. بهتون گفتم که هر چیزی که ما در عالم میبینیم جنسش از چیه؟ خودکار کاغذ همراهتون هست دیگه. هر چیزی که ما در عالم میبینیم جنسش از انرژیه. خونه جنسش از انرژیه، ماشین جنسش از انرژیه، پول جنسش از انرژیه. تو هر چیزی که در عالم میبینی جنسش از انرژیه. اصلا میخوام بهت بگم که هر نوع ثروتی در جهان جنسش از انرژیه. ثروت که فقط پول و خونه و ماشین و ویلا نیست. ثروت بعضی وقتا خانواده خوبه، بعضی وقتا یک ازدواج عالیه، بعضی وقتا یک معشوقه بی نظیره، بعضی وقتا یک روابط فوق‌العاده است، بعضی وقتا سلامتیه، بعضی وقتا خوشحالیه، بعضی وقتا آرامشه. همه اینا ثروته و جنسش هم از انرژیه. برای اینکه ما بتونیم چیزی از جنس انرژی رو جذب زندگیمون کنیم، جلسه پیش بهتون گفتم برای اینکه چیزی از جنس انرژی رو بخوایم وارد زندگیمون کنیم خودمون باید در انرژی بالا باشیم. یکی از مهمترین علتهایی که ما به خواسته هامون در زندگی نمیرسیم دقیقا همینه، اینکه از کائنات و خداوند خواستمون رو طلب میکنیم، درستم طلب میکنیم، ولی دریافتش نمیکنیم. چون بین خواسته و شدن، بین خواسته و دریافت یه حلقه واسطه وجود داره. این حلقه واسطه اسمش چیه؟ همخوانی انرژی خواسته و هدف. پس بین خواسته و دریافت یه حلقه واسطه وجود داره. اسم حلقه واسطه چی بود؟ همخوانی انرژی خواسته و هدف. هر نوع ثروتی در جهان انرژی بالایی داره و تو نمیتونی وقتی انرژی پایین داری به خواستت برسی. تو باید حتما انرژی بالایی داشته باشی برای اینکه بخوای به خواستت برسی. زمانی که انرژی بالایی داری نشانه ها به فراوانی در زندگیت پدیدار میشه و تو پیگیر نشانه ها میشی. ولی زمانی که انرژیت پایینه هی میگی کونشونه کونشونه، نشونه هم ببینی حوصلت نمیگیره که پیگیرش بشی. حالا سوال مهم اینه چه جوری من انرژیمو بالا ببرم تا بتونم
ثروت‌های مختلف و جذب زندگیم کنم. امروز میخوام راجع به چی صحبت کنم؟ راجع به این که چجوری من انرژیمو بالا ببرم. یه جمله جلسه قبل بهتون گفتم از افلاطون. افلاطون میگه مرگ نشت انرژیست، نگذارید انرژیتان تمام شود. ما یک سری اقدامات در زندگیمون انجام میدیم که باعث میشه انرژیمون پایین بیاد. امروز میخوام در مورد انرژیا باهاتون صحبت کنم. اینکه چه کارهایی رو انجام بدم که انرژی من بره بالا. از مهمترین دزدان انرژی انسانها یک چیزه. میخوام یک دزد اساسی انرژی تو بهت بگم چیه؟ زندگی نکردن در لحظه حال. هر وقت که میبینی به صورت افراطی داری در گذشته غرقی، به گذشته فکر میکنی، یا به صورت افراطی در آینده غرقی، بدون که نشتی انرژی داری. بعضی وقتا آدمایی هستن یک ساعت دو ساعت به گذشتهشون فکر میکنن، بعد به گذشته فکر میاد میکنه، هی فوش میده به خودش که چرا من اومدم فلان کار رو اومدم کردم. با مگه گذشته عوض میشه؟ خیلی از باباها زمانی که باهاشون راجع به ملک صحبت میکنه یه جمله معروف دارن، میگن نمیدونی 40 سال پیش یه ملکی رو به ما معرفی کردن، اگر خریده بودم الان میلیاردر بودم. و همینجوری آه و ناله و افسوس. بهشون میگم الان تو داری این همه افسوس میخوری، آیا الان میتونی بری بخری؟ میگه نه، الان قیمتش شده 1000 برابر اون موقع. خب با آه و ناله و افسوس و با زندگی در گذشته که چیزی تغییر نمیکنه. با زندگی در گذشته تو فقط نشتی انرژی داری. هر چقدر دست و پا بزنی در گذشته تغییر نمیکنه. زمانی که در گذشته دست و پا میزنی، دست و پا زدن منتقل میشه به لحظه حالت. دوباره به جملهم توجه کن، جمله عمقیه. زمانی که تو در گذشته دست و پا میزنی، دست و پا زدن منتقل میشه به زمان حالت. با زندگی در اکنون جاودانه است، با زندگی در لحظه حاله که میتونی زندگی تو تغییر بدی. لحظه حال اون زمانی که تو بالاترین خلاقیت رو داری، فکرت کار میکنه و تو جذب داری. میدونم الان با خودت میگی محمد دلت خوشا، من کلی مشکلات دارم، کلی بدبختی دارم، کلی قسط و قرض دارم، کلی شکست تو گذشتم دارم و از این حرفا. نمیشه که فکر نکنم. بهت میگم قبول دارم. فکری که وارد ذهنت میشه تا یه جایی دست تو نیست. یعنی تو داری کاریو انجام میدی و یهو یاد مخاطب قدیمت میفتی که الان یک سالم هست که با هم دیگه کات کردین، ولی یهو یادش میفتی. این یادت افتادنه دست تو نیست، اینو قبول دارم. ولی اون یک ساعتی که تو در خاطراتش غرق میشی، اونم دست تو نیست. تو فقط یاد فلانی افتادی، ولی بعدش چیکار میکنی؟ بعدش یک ساعت راجبش فکر میکنی. استارت قضیه شاید دست خودت نباشه، ولی ادامه دادنش با خودته. ببین وقتی راجع به چیزی در گذشته فکر میکنی، دقیقاً اون چیزایی که داری فکر میکنی بهشون مثل قطعات زنجیر به هم پیوسته هست و تو این قطعات و زنجیر رو زمانی که ببری دیگه به گذشته فکر نمیکنی. من یه تمرین دارم، تمرین به شدت کاربردی و ساده. فقط ازت میخوام که ساده بودنش گولت نزنه. نگی این ساده است من اجرا نمی کنم. در مورد این تمرین من میتونم ساعتا صحبت کنم که چرا با این مدل باید اجراش کنی. ولی اون حرف یکی از دانشجوام که چند دقیقه پیش بالا اومده بود که یادتونه، دنبال چرایی ها نباشید، فقط اجرا کنید و حالشو ببرید. اسم تکنیک است تکنیک اکنون جاودانه. هر وقت میبینی در گذشته به شدت غرقی یا در آینده به شدت غرقی، این تکنیک رو اجرا میکنی و بلا فاصله بر میگردی به زمان حال. تکنیک اکنون جاودانه، بیشتر به حرفم دقت کن، تکنیک اکنون جاودانه باعث میشه زمانی که داری به گذشته فکر میکنی یا به آینده بیش از حد فکر میکنی، بر میگردی به لحظه اکنون. تکنیک اکنون جاودانه یه تکنیک تنفسی ساده است.
که من در کلاسای معجزه‌م اینو آموزش میدم، جز آموزش‌های کوچولوی کلاسای معجزه حضوری منه، که انقدر شما ماهید، انقدر شما نازنینید که گفتم همینجا آموزش بدم. کلاس معجزه من کلاس 100 میلیون تومانیه و فقط افراد خاص تو شرکت میکنن. ولی الان میخوام به تکنیک اکنون جاودانه رو آموزش بدم. تکنیک ساده است، نتیجه میده در حد تیم ملی. این تکنیک از 7 تا دم و بازدم تشکیل شده. باید 7 بار دم و بازدم انجام بدین و زمانی که دارید دم و بازدم انجام میدید، لایو صفحه رسید به 6000 نفر. مرسی از عزیزانی که همراهی میکنن. پس تکنیک اکنون جاودانه از 7 دم و بازدم تشکیل شده که میخوام روی کاغذ یادداشتش کنی. از 7 دم و بازدم، زمانی که داری دم و بازدم رو انجام میدی باید دقت کنی به دم و بازدمت. دقت رو پس یادت باشه. پس 7 تا دم و بازدم و باید دقت کنی. وقتی دقت به کاری انجام میدی، یعنی زمانی که شما میخوای کاری رو انجام بدی دقت میکنی، باعث میشه اون زنجیره ها از همدیگه جدا بشه. یه قطعه زنجیر رو من در آوردم و اینجوری باعث میشه من دیگه به گذشته یا آینده فکر نکنم. تکنیک چجوریه؟ ازتون میخوام که تکنیک رو دقیق انجام بدین. تکنیک خیلی ساده ایه. نه کنید، تکنیک اینجوریه که من یک دم انجام میدم از راه بینی. من علت علمیشو نمیگم چون میخوام مباحث دیگه یا امروز توضیح بدم. من یک دم انجام میدم از راه بینی، 4 ثانیه توی ذهنم میشمرم. پس یک دم انجام میدم، 4 ثانیه میگیرم توی ذهنم میشمرم. اگه با دهم بشمری دمه دیگه پریده. پس یک دم داری، 4 ثانیه میشمری. بعد باید چی کار کنی؟ اون دمی که از راه بینی دادی داخل ریه ها تو 4 ثانیه نگه داری. پس من یک دم دارم و 4 ثانیه نگه میدارم و بعد از راه دهان 7 ثانیه بازدم دارم. تکنیک رو انجام بدید، بی نظیر جواب میده. پس تکنیک چجوری شد یه بار دیگه توضیح بدم. 4 ثانیه دم از راه بینی، یعنی نگه دارید. 4 ثانیه بعدش نفس رو نگه میدارم توی ذهنم میشمرم. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه، 4 ثانیه نگه میدارم و 7 ثانیه از راه دهان بازدم انجام میدم. و زمانی که این تکنیک رو انجام میدی برمیگردی به اکنون جاودانه. خیلی ها میپرسن برای انجام دادن تکنیک چشمون بسته باشه باز باشه؟ بسته باشه بهتره، بازم علت علمی داره. ولی اگر پشت فرمانی چشتو نبند. یا اگر جایی هستی که نمیتونی چشتو ببندی نبند، ایراد نداره چشتم باز باشه. میخوام که الان کاش سر کلاس معجزه بودیم، شما جلوی من نشسته بودید. من تصور میکنم شما جلوی منید، ولی کاش جلوی من بودید و حضوری اجرا میکردیم. بذارید همین الان با هم دیگه اجراش کنیم. ایشالله هر کی که الان اجرا نکنه شب عروسی یا خودش یا بچهاش بارون بیاد. شوخی میکنم، حتما اجرا کنید. خب همین الان میخوایم تکنیک اکنون جاودانه رو اجرا کنیم. یه دم و بازدم داریم، 4 4 7 و 7 بار این دم و بازدم رو تکرار میکنیم. من الان یک بارش رو فقط باهاتون میدم. خب مدل چجوریه؟ من زمانی که دارم به گذشتم فکر میکنم، به یک مشکلی فکر میکنم، یه فکر بدی اصلا اومده توی ذهنم. یه خانومی از همسرش جدا شده، چند سالم است که جدا شده، مثلا همسرش دست بزن داشته، یهو نشسته توی خونه یاد همسرش میفته و میدونه اگر بخواد فکر کنه و به لحظه حال بر نگرده همه خشونت های همسرش میاد بالا واسش. خب الان ازتون میخوام به یک مشکلی که توی یک هفته گذشته در زندگیتون ایجاد شده فکر کنید. الان بعضی ها میگه بسیری محمد مگه مرض داری؟ خب فکر کنید، ایرادی نداره. به یک مشکلی که در یک هفته گذشته در زندگیتون ایجاد شده فکر کنید. خب هر وقت که متوجه شدی داری فکر میکنی 7 بار دم و بازدم. بریم یک دور. قرار شد 4 ثانیه دم باشه. پس من الان به مشکلم فکر کردم، حالا وارد تکنیک اکنون جاودانه میشم. دم،
توجه کردید؟ 4 ثانیه دم، 4 ثانیه نگه می‌دارم، 7 ثانیه از راه دهان بازدم و 7 بار این کار رو تکرار میکنم و به شمارش ها در ذهنم دقت میکنم. یه چیز دیگه، شما اگر یک بار همراه من الان انجام داده باشی، حتی توی این دور اولت هم اون فکر قبلی از ذهنت دیگه پرید. ببین مشکلت توی ذهنت بود، یک دور با من داشتی اینو 4-4-7 رو داشتی اجرا میکردی، تموم بود. 7 دور اگر اجرا کنی کلن 1 دقیقه زمان میبره، کلن اون فکر قبلیه میپره و فکر جدید زمان حال جایگزینش میشه و تکنیک فوق‌العاده‌ایه. فقط باید عادت کنی. خیلی وقتا من هست که داخل یک جلسه ایم، یه دقیقه اجرا میکنم چون یه چیزی فکرمو درگیر کرده و زمانی که فکر من درگیری بشه نمیتونم انرژی مثبت منتقل کنم. چون بهتون گفتم زمانی که شما فکر در گذشته است، زمانی که در اکنون جاودانه نیستی، نشتی انرژی داری. محمد بصیری هیچ وقت نشتی انرژی نداره، چون اگر نشتی انرژی داشته باشه، تویی که منو داری میبینی 6600 نفر، دمتون گرم. عزیزان پیج 2 میلیونی لایف میذارن، 3000 تا ویو لایف داره، 6600 نفر، دمتون گرم. مرسی که همراه من هستید و مرسی به خودم که فالوور فیک نمیزنم. هر چیزی که در پیج من وجود داره همش واقعیه. خب تا الان یاد گرفتیم فکر زیاد به گذشته و آینده دزد انرژی مونه و هر وقت دیدیم داریم از انرژیمون خودمون دزدی میکنیم، تکنیک اکنون جاودانه رو به راحتی اجرا میکنیم و برمیگردیم به زمان حال. یه سوال، از کجا بدونیم انرژیمون الان درسته؟ تو جلسه قبل جواب دادم. اونایی که رو خودکار کاغذ یادداشت میکنه، جلسه قبل چی گفتم؟ من اصلا فکر میکنم کلاس حضوریه. از کجا بدونیم انرژیمون درسته؟ از کجا بدونیم انرژیمون بالاست؟ آرامش و حال خوب. جلسه قبل بهت گفتم زمانی که آرامش داری و حالت خوبه یعنی انرژیت بالاست. حالا یه سوال دیگه، وقتی حالمون بده چی کار کنیم؟ بعضی وقتا از حالمون بده چی کار کنیم؟ من خودم در زندگیم لیستی از کارها دارم که هر وقت حالم بده میرم سراغش. این لیست برای هر کس متفاوته و فرق میکنه و کاملا شخصیه. هر کدومتون باید امشب بعد از لایو یه لیست داشته باشید از کارهایی که انجام میدید و حال بدتون تبدیل به حال خوب میشه. مثال بزنم، مثلا آهنگ گوش کردن، مثلا پیاده روی رفتن، ورزش کردن، آب نوشیدن. بعضی از آقایون و خانم ها میگن زمانی که داریم ظرف میشوریم حالمون خوب میشه. خودت بهتر میدونی با چی حالت خوب میشه. من خودم هر وقت انرژیم پایینه، در مرحله اول هر جا باشم مهم نیست، هر وقت انرژیم پایینه در مرحله اول تکنیک اکنون جاودانه رو اجرا میکنم. هر وقت حالم بده میدونم انرژیم پایینه، تکنیک اکنون جاودانه رو اجرا میکنم حدود 1 دقیقه. بعد چی کار میکنم؟ بعدش که تکنیک اکنون جاودانه رو اجرا کردم، اگر بازم نیاز داشتم انرژیم بالاتر بره، یک موسیقی شاد میذارم، مخصوصا زمانی که بشه برم سوار ماشینم بشم. زمانی که داخل خونه هستم میرم سوار ماشین میشم و آهنگ میذارم. تو ماشین آهنگو خیلی دوست دارم، آهنگ گذاشتنو. و یه کار دیگه انجام میدن، نکن 99% آدما فکر میکنن عاقلن و فکر میکنن محمد بصیری که الان به ثروت رسیده، هازا من فضل ربی، به ثروت رسیده خله. من میخوام بهت بگم که اون 1% که خلن دنیا رو تغییر دادن. اون 1% خل یعنی چی؟ یعنی متفاوت از اون 99% فکر کردن. من اصلا واسه مهم نیسته که بقیه راجبم چی فکر میکنن، مهم اینه که پول تو جیب منه، مهم اینه که حال دلم خوبه، مهم اینه که کلی آدم هستن در اطراف من که من بهشون عشق میورزم و اونا بهم عشق میورزن و از زندگیم لذت میبرم. من اول زمانی که حالم بده تکنیک اکنون جاودانه رو اجرا میکنم، بعد میرم سراغ چی؟ بعد یک آهنگ میذارم، آهنگ شاده. حتی شده توی خیابون زدم کنار و شروع کردم همراه با آهنگ دست زدن. اصلا واسه مهم نیست بقیه چی فکر میکنم، اصلا مهم نیست که من با خودم بخونم زندگی بهتر از این نمیشه، زندگی اصلا ایرادی نداره و دست بزنم و انرژی میاد بالا.
یه ضرب المثل انگلیسی است، fake it to make it. میگه اداشو در بیار تا بهش تبدیل بشی. زمانی که تو دست میزنی، زمانی که تو لبخند میزنی، داری اداشو در میاری ولی بهش تبدیل میشی. علت چیه؟ بعضی میگن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. عزیز دلم، تو از علم اطلاعی نداری. علم عصب شناسی یه جمله معروف داره، میگه نورون هایی که با هم فعال میشون به همدیگر وصل میشون. جمله رو یادداشت کن، نورون هایی که با هم فعال میشون به همدیگر وصل میشون. تو زمانایی که خوب حالت خوبه، چهرت چجوریه؟ اخ میکنی یا میخندی؟ تو میخندی. جمله چی بود؟ نورون هایی که با هم فعال میشوند به همدیگر وصل میشوند. تو زمانایی که حالت خوبه میخندی، پس نورون خندیدن وصل میشه به نورون حال خوب. اینا با هم دیگه وصله. و زمانایی که میخندی حالت خوب میشه، و زمانایی که حالت خوبه میخندی. پس هر وقت حالت بده واسه خودت آهنگ بذار، دست بزن و بخند. تو آینه نگاه کن، به خودت لبخند بزن، چون باعث میشه که نورون هایی که به همدیگر وصلن فعال بشن و یک سری هورمون در بدنت ایجاد بشه و تو حالت خوب بشه. یک سری هورمونی که بهت انگیزه میده و حال خوبو میده که در آخر لایو امروز راجبش توضیح میدم، اصلا ایرادی نداره. من پس زمانی که حالم بده چیکار میکنم؟ اول تکنیک اکنون جاودانه، بعد آهنگ میزنم، دست میزنم، میخونم، میخندم، حالشو میبرم. آهنگ چقدر طول میکشه؟ 3 دقیقه 4 دقیقه. یعنی من 1 دقیقه تکنیک اکنون جاودانه رو اجرا کردم، 3 دقیقه اومدم چی رو اجرا کردم؟ آهنگ اومدم خوندم. و سومین کاری که من انجام میدم اینه که به یک نفر زنگ میزنم که خیلی عاشقشم و خیلی دوستش دارم و باهاش صحبت میکنم. حالا بعضی از آقایون و خانم‌ها هستن که این افراد داخل لایو من نیستن، که این زمان‌ها باید به چندین نفر زنگ بزنن. آره دیگه کیسا زیادن، به صورت مویرگی شوخی میکنم. به یک آدمی که خیلی دوستش دارم زنگ میزنم و باهاش صحبت میکنم. اون آدم میتونه همسرم باشه، اون آدم میتونه مادرم باشه، اون آدم میتونه خواهرم، برادرم یا هر کس دیگه ای باشه و باهاش صحبت میکنم. و توی 10 دقیقه کل این فرایند، ببین 10 دقیقه تو نکشید، حال من به شدت عالی میشه. نمیخوام تو الان به تکنیک من فکر کنی، میخوام از این بعد هر وقت حالت بده مثل یک سرباز اجراش کنی. ببین باید پلن داشته باشی برای خوب کردن حالت. این همه وقت میذارینه و میذارم برای ظاهرم، برای اینکه موامو درست کنم، برای اینکه من میکاپ که نمی کنم، اونایی که میکاپ میکنم بعضی از آقایون هم این کارو انجام میدن، برای اینکه ظاهر خوبی داشته باشم. یکم هم وقت بذارید برای نوشتن لیست کارهایی که از حال بد تبدیلتون میکنه به حال خوب. به نظرم ترکیب تکنیک اکنون جاودانه با موسیقی، با چند دقیقه صحبت کردن با کسی که خیلی عاشقشیم، باعث میشه که انرژیمون بالا بیاد و حالمون بشه شدت خوب بشه. این ستایی که کنار هم دیگه اومدم گفتم، تکنیک اکنون جاودانه، آهنگ، لبخند، دست و صحبت کردن، ستا رو زمانی که کنار هم انجام بدی، شک نکن تو بدترین حالم داشته باشی، همین امروز کاتم کرده باشی، حالت خوب میشه. اینقدر حالت خوب میشه که از همین الان میگه اگر فلانی نیست دوستاش که آره بار داره، مسیر جدیدی از زندگیت میشی. پس تکنیک رو اجرا کن. یه نکته دیگه، اگر انرژیت بیاد پایین انگیزت کم میشه. دوباره، اگر انرژیت بیاد پایین انگیزت کم میشه. علت این که شما یه کلاسی رو شرکت میکنی و روزهای اول خوشحالی و همش تمرین ها رو انجام میدی و شوق و ذوق داری در حد تیم ملی، ولی چند وقت که میگذره دیگه حوصله نداری تمرینش رو انجام بدی. دقیقا همین موضوعه که انگیزه تو پایین اومده. خیلی ها میگن بسیری، ما هر کاری میکنیم شروع کننده های خوبی هستیم ولی تموم کننده بدیم، در حد مهدی طارمیم. البته مهدی طارمی که توی پرتغال الان دیگه خیلی گل میزنه. البته این عزیزان میگن که اونایی که نمیزنه رو شما نمیبینی. بعضی هم میگن که ما شروع کننده های خوبیم، تموم کننده های بدیم. علت چیه؟ علت کم شدن انرژیه. جالبتر این که همه انسان های تاپ دنیا با این مبحث انرژی ها کامل آشنان.
بیل گیتس یه مصاحبه چند وقت پیش داشتم ازش میدیدم، یه جمله گفت، گفتم ای بیل گیتس هم با مبحث انرژی آشناست. میخوام که این جمله رو یادداشت کنید. بیل گیتس میگه زندگی، جمله رو یادداشت کن، بی نظیر این جمله، بیل گیتس میگه زندگی یه بازیه، مطمئن باش که بازی میکنی. یعنی من میتونم ساعت‌ها فقط راجع به همین جمله صحبت کنم. بیل گیتس میگه زندگی یه بازیه، مطمئن باش که داری بازی میکنی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر تمام کارهای زندگیتون رو خیلی جدی بگیرین، به مرور زمان انرژیتون ته میکشه. زندگی یه بازیه، مطمئن باش که بازی میکنی. در هر فرصتی، در هر کاری که داری انجام میدی، برای خودت بازی خلق کن، برای خودت جایزه بذار. میشه با خودت رقابت کنی. حتی من خودم واقعا دارم میگم، سال گذشته قصد نداشتم به صورت اینترنتی و مجازی کلاسای پولسازیمو برگزار کنم. من آدم کلاس حضوری هم، همین جایی که الان اومدم نشستم دوست دارم بپرم بالا پایین. اصلا من سختم یه جایی بشینم. اونایی که تو همایشای من شرکت کردن میدونم من اصلا وای نمیستم، من در حال حرکتم. زمانی که دوره اول اومدم برگزار کردم، انرژیم انقدر پایین اومده بود که چون باید به صورت همزمان نظارت میکردم روی یک تیم نزدیک به 60 نفره تلگرام، یه تیم نزدیک به 12-13 نفره اینسا، یه تیم 10 نفره تبلیغات، و این نظارت کردنه انرژی میگیره. ولی الان من دارم دوره 8 پولسازی رو برگزار میکنم. هر کی کلمه پولسازی رو بفرسته وارد دوره من میشه و با قدرت هم داریم جلو میریم و الان شدیم پر مخاطب ترین کلاس موفقیت ایران. این الکی نیست. حالا چی میشه که من انرژی دارم؟ اگر تبدیل کار به بازی نبود، قطعا خیلی زودتر تعداد نفرات از 7000 نفر چند ثانیه پیش رد شد، داره بالا پایین میشه. مرسی که همراه من هستید، واقعا بی نظیرید. حالا چی میشه که من انرژیم تنه میکشه؟ چون کار رو تبدیل به بازی میکنم. حالا بازی من چجوریه؟ تو باید ببینی در کار چجوری میتونی بازی رو وارد کنی. من جزئیات تعدادی هر گروه هم رو یادداشت میکنم. زمانی که گروه جدید رو استارت میزنم، با خودم رقابت میکنم. رقابت کردن یه نوع بازیه و سعی میکنم رکورد قبلیمو بشکنم. و هر وقت که رکورد قبلیمو میشکنم، به خودم جایزه میدم. خب بگم جایزه چی میدم؟ من دو تا چیز تو دنیا خیلی خوشم میاد، یک ساعت خیلی دوست دارم، دو شکلات خیلی دوست دارم. هر وقت که میبینم رکورد قبلیمو زدم، میرم برای خودم ساعت میخرم. من یک کمد پر از ساعت دارم و کلی شکلات، واسه خودم شکلات میخرم. حالا تو ببین از چی خوشت میاد. زمانی که کارتو تبدیل به بازی میکنی، اون کار ملالاور زجرآوری که تو رو اذیت میکرده تبدیل میشه به یک چالش لذت بخش. من از هر کاری برای خودم چالش لذت بخشی میسازم و اینجوری احتمال انجام دادنشو بالا میبرم. برای خودم پاداش و مجازات تعیین میکنم. خیلی ها میگن محمد خسته نمیشی؟ این همه نیرو، این همه کار، چجوری وقت میکنی زمانی که بقیه دارن ترمز میگیرن، تو گاز میدی، دوره جدید برگزار میکنی؟ پاسخ من فقط یه چیزه، فقط یک چیز، مواد. مواده که باعث میشه به آدم انرژی برسه. الان مام بابا بچه ها رو دور میکنن از گوشی، میگه این چی داره میگه. مواد یعنی چی؟ دوپامین داروی نهایت خوشی و انگیزه است. فروشنده این مواد دوپامین کیه؟ فروشندش خداست. یه انبار پر از دوپامین در مغز من و تو گذاشته. بازی کردن باعث آزاد شدن دوپامین میشه، رقابت کردن، جایزه دادن باعث آزاد شدن دوپامین میشه. و زمانی که دوپامین آزاد بشه، انگیزت بالا میره. زمانی که دوپامین آزاد بشه، عمل کردت افزایش پیدا میکنه. با دوپامین دیگه نمیترسی، دیگه متنفر نیستی. من جدا از همه کارهایی که انجام میدم، کارمو تبدیل به بازی میکنم، در طول هر روز حدود 10 دقیقه بازی هم میکنم.
بازی باعث آزاد شدن دوپامین میشه. من سراغ ندارم انسان ثروتمندی از جهان رو که عکسی ازش در حال بازی کردن ندیده باشم. حالا میخواد تنیس باشه، گلف باشه، شنا باشه، یا حتی بازی با گوشی یا کامپیوتر، اصلا فرقی نداره. بازی کردن باعث آزاد شدن دوپامین میشه. توجه کنید، 10 دقیقه، نگفتم روزی 10 ساعت بازی کن. الان علم بازی درمانی در دنیا داره آموزش داده میشه، ولی ما تو ایران پرتیم. علم بازی درمانی میگه زوجهایی که صمیمیتشون کمه برن روزی چند دقیقه با هم دیگه بازیای 2 نفره کنن. من خودم روزانه حداقل 10 دقیقه بازی میکنم. خب بذار الان باز بقیه میپرسن چه بازی میکنی؟ من یه بازی داخل گوشیم دارم برام 2048، یک بازی عددیه که من اینقدر نکته در حوزه موفقیت ازش برداشت کردم که میتونم یه لایو برگزار کنم راجع به نکاتی که از یک بازی من برداشت کردم. یه بازی عددی روزی 10 دقیقه بازی میکنم، برای لذت بخش دوپامین آزاد میکنه. اینه که محمد بصیری 10:37 است، ولی اینقدر حالم خوبه، اینقدر انرژی دارم، دوست دارم فقط باهاتون صحبت کنم. ببینید روش هایی که دارم آموزش میدم و همین بازی درمانی که من آموزش دادم، تو یه نفر تو ایران پیدا کن که اینو آموزش بده. روش هایی که دارم آموزش میدم و هیچ کس تو ایران آموزش نمیده و به شدت موثره. خیلی وقتا آدم ها میان پیشم میگه آی بصیری چند میلیون تومانم پول میدن، میگه انرژی ما کمه، ما چیکار کنیم؟ میگم روزی 10 دقیقه بازی کن. اگر 3 تا مثلا 3 دقیقه صبح زور شب باشم بهتره. میگه آی بصیری من دنبال راه حلم، این چیه بهم میگی؟ من چند میلیون پول دادم. میگم که تو سرباز باش، چیزی که بهت میگم اصلا فکر نکن، راه حلای من ساده است، سادگی گولت نزنه، اجرا کن نتیجه میگیری. طرف هفته بعد میاد میگه روزی 3 تا 3 دقیقه 3 تا 4 دقیقه جمعاً 10 دقیقه بازی میکنم، کارم هم تبدیل به بازی کردم، اینقدر حالم خوبه، اینقدر حالم خوبه، خیلی حالم خوبه. و این حال خوب از چی میاد؟ از بازی میاد. اون حال خوب از چی میاد؟ از دوپامین میاد. یه نکته تکمیلی هم بهت بگم، هممون در زندگی به دنبال خوشبختی هستیم. به 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 چه موضوعی. هممون تو زندگی به دنبال خوشبختی هستیم. خوشبختی اصلا یعنی چی؟ خیلی مهمه. خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی لذت بردن از چیزی که داریم. یادداشت کن، خوشبختی یعنی لذت بردن از چیزی که داریم. خوشبختی یعنی لذت بردن از کسی که هستیم. اگر محمد بصیری با چیزی که هست حال کنه خوشبخته. بعضی وقتا آدمو به من پیام میدن تو دایرکت، پشتیبانا واسم میفرستن، خیلی جالبه. طرف پیام میده که بصیری تو که انقدر پول داری چرا بینی تو عمل نمیکنی؟ من همینجوری نگاه میکنم، میگم که من وضع مالیم خوبه، ولی شما چرا باید راجب بینی من نظر بدی؟ من لذت میبرم از چیزی که هستم. اگه یک روزی احساس کنم بینیم خوب نیست، فرداش میرم عمل میکنم، مشکل پول که ندارم، ولی من نسبت به چیزی که هستم راضیم، من با خودم حال میکنم و از زندگیم رضایت دارم و احساس خوشبختی میکنم. تو هم باید نسبت به چیزهایی که داری حال خوب داشته باشی. زمانی که احساس خوشبختی میکنی انرژیت میره بالا. میخوام یه چیز دیگه بگم، زمانی که انرژیت بره بالا تو جذب داری تو زندگی، و زمانی که جذب داری خوشبختی بیشتر به سمتت میاد. باید با کسی که هستی و با چیزهایی که داری توی زندگیت بتونی حال کنی. من در همایشا میگم تا زمانی که نتونی با چیزهایی که توی زندگیت داری حال کنی، چیزهای بزرگتر وارد زندگیت نمیشه. خب مهندس چقدر شد؟ قرقشیرم داریم. اینقدر اینا عزیزن، 7100 نفر همینجوری دارن نگاه میکنن. بذار یه کوچولو دیگه ادامه بدم. خب خیلی دوست داشتنید واسه من، من یه کوچولو دیگه ادامه بدم. رفیق یه حرف درگوشی میخوام بهت بزنم. حیفه زندگی سال بعدت هم مثل امسالت باشه. همه ما آدما اومدیم در این دنیا تا یه زندگی فوق‌العاده داشته باشیم، تا لذت ببریم از زندگی، تا طرح الهیمون رو جلو ببریم. حالا چرا خیلیامون لذت نمیبریم؟
چون خودمون در زندان باورهامون گرفتار شدیم، زندانی که خودمون و اطرافیانمون از بچگی ساختمش، و این زندان فقط یک دستگیره داره. ما داخل یک زندانی هستیم که فقط یک دستگیره داره و اون دستگیره از داخله. بعد هی تو داد میزنی که بس سیری، چرا منو کمک نمی کنی؟ خدایا چرا منو کمک نمی کنی؟ رفیق، من میتونم از پشت در راهنماییت کنم، میتونم باهات صحبت کنم، ولی دستگیره از درونه. خودت باید یه یا علی بگی و پاشی و در زندون رو از داخل باز کنی. تو در زندان باورهات گیر کردی و تا زمانی که نیای بیرون نعمتها رو نمیبینی. نعمتها بیرون زندان باورهای شماست. میدونم الان سوالت اینه که چجوری من از زندان بیرون بیام؟ مهندس بذار بیشتر صحبت کنم که باید نکته رو بگم. اومده شما جاتم عوض کردی، ولی بذار بگم چجوری از زندان باورهام بیام بیرون. اولین شرطش یه تصمیم جدیه. ما آدم ها زمانی که تصمیم جدی میگیریم وارد مسیر جدیدی از زندگی میشه. ما آدم ها کی تصمیم جدی در زندگی میگیریم؟ زمانی که خیلی دردمون اومده. اگه از زندگی که الان داری خسته شدی، اگر آزارت میده، وقتشه که یه تصمیم جدی بگیری. مثل من که یه روزی تصمیم جدی گرفتم، چون نمیخواستم زندگی مالیم جوری بشه که برای هر خرید کردنم توی زندگی باید کلی فکر میکردم، چون دوست نداشتم، چون نمیخواستم هی منتظر بشم فلان مغازه کی تخفیف میذاره تا من برم ازش خرید کنم، چون نمیخواستم بچم آرزوی خیلی چیزها به دلش بمونه، چون نمیخواستم به بچم بگم اگر میخوای برای خودت یه اسباب بازی بخری باید یک سال دو سال پولتو جمع کنی تا بتونی اسباب بازی رو بخری، ولی دو سال دیگه که بچه من دیگه بچه نیست. چون نمیخواستم بچم بهم بگه بابا جان من که دارم مدرسه میرم لطفا دنبالم نیا. من ازش بپرسم که عزیزم من چرا نباید دنبال تو بیام؟ بیاد بگه که من خجالت میکشم که بچه ها با این ماشین تو رو ببینن، تو اگر میخوای دنبالم بیای کلی پایینتر پارک کن یا بالاتر. چون من تصمیم گرفته بودم و نمیخواستم که برای یک وام، نمیدونم وام اجاره دارن این روزا دارن میدن، وام 30 میلیونی، طرف از 6 صبح میره تو صف وای میسته. برای تصمیم بزرگ گرفتن در زندگی باید یه جایی تو زندگی بهت بر بخوره، یه جایی از خودمون خجالتی بکشیم و به خودمون بگیم به هر قیمتی که شده کاری میکنم زندگیم تغییر کنه. پس اولین شرطی که از زندان باورهام بیرون بیام تصمیم جدی گرفتنه. دومی شرط بیرون اومدن از زندان اینه که یک سال به خودت قول بدی فقط تمرین کنی. یعنی به خودت بگی من یک سال دیگه نتیجه میخوام. یه دونه یو کاشتم، بهش آب میدم یک سال و یک سال بعد میبینم چقدر رشد کرده. ایراد من و تو اینه که یک هفته تمرین رو انجام میدیم میگیم پس کو نتیجه؟ این مدل تمرین کردن فایده نداره. این راهی که خودم طی کردم در دهه 80 و جواب داده. اینکه یک سال وقتی شروع کردم به اجرای تمرینات با خودم گفتم محمد یک سال زر نمی کنی. من با خودم بعض وقتا بیادبانه صحبت می کنم زمانه که حرف زیادی می زنم، میگم یک سال حرف علکی نمی زنی، یک سال غر نمی زنی، یک سال به گذشته نگاه نمی کنی و روزی چند ساعت تمرین می کنی و سال بعد خودتو می سنجی با امسالت. این یعنی دست خدا رو باز گذاشتن برای ورود نعمت ها. من حدود چند ماه توی یک اسباب بازی فروشی کار میکردم، به علتهایی میخواستم بعدن خودم را بندازم. رفته بودم دوران گذارم و داشتم تری میکردم واسه دهه 80. زمانی که توی اسباب بازی فروشی کار میکردم میدیدم بچه ها با مام باباشون از کنار اسباب بازی فروشی رد میشن و بچه ها شروع میکنن به گیر دادن و مثلا دهد گریه و از این حرفا که من اسباب بازی میخوام. مام بابا هم برای اینکه ساکتشون کنن بچه رو می آوردن داخل مغازه، کوچکترین و ارزانترین چیزی که تو مغازه بود و واسش می خریدن برای اینکه بچه دیگه گریه نکنه.
حالا میخوام یه چیز دیگر رو بهت بگم. اگر اون بچه زمانی که داشت رد میشد از مغازه فقط به اسباب بازی ها نگاه میکرد، به جای اینکه یک ماشین کوچولو بگیره و گریه کنه، یه ماشین کوچولو بگیره، میومد به ماشین بزرگه نگاه میکرد و میگفت بابا جون، مامان جون، این چقدر باحاله، کاشکی که من اینو داشتم و رد میشد. شک نکنین اون مامان بابا حاضر بودن از شکمشون بزنن تا اون ماشین بزرگه رو براش بخرن و سورپرایزش کنن. به این قانون میگن قانون رهایی. هیچ کی تو ایران آموزش نمیده، یعنی گیر ندیم به خواستامون. به خدا بگیم چقدر باحال من فلانچیو داشته باشم، چقدر دوست دارم فلانچیو داشته باشم و رد بشیم. پس شرط اول بیرون اومدن از زندان تصمیم جدی بود. شرط دوم این بود که یک سال تمرین کنیم و به عقب نگاه نکنیم. ببین، شما میخوای بری بانک حساب باز کنی، اون کارمندی که پشت دخل اومده نشسته، اون پشت صندوق نشسته، ازت یه سوالی میپرسه، میگه حساب کوتاه مدت باز کنم یا بلند مدت؟ بهش میگی چه فرقی داره؟ میگه سوداش با هم دیگه فرق داره. اگر مثلا یه ماهه بذاری، سودش میشه 12% به صورت مثال. ولی اگر حسابت بلند مدت باشه، یک ساله باشه، سودت میشه 18%. ببینید پول همونه، زحمت تو همونه، ولی اینکه حسابت یک ماه باشه یا یک ساله، سودی که خداوند بهت میده فرق میکنه. برای همین میگم دست خداوند رو باز بذار، حساب بلند مدت باز کن، گیر نده به یه دونه شکلات یا ماشین کوچیک، راضی نباش. و زمانی که پولتو بلند مدت سرمایه گذاری کنی، زمانی که خودتو به خداوند بسپری و بگی من یک سال بعد میام سراغ تلاشایی که کردم، سود بالاتری به تعلق میگیره. انقدر دیدم آدمایی که یه چیزی رو از خدا میخوان و قفلی میزنن و طرف زمانی که چیزی رو میخواد شروع میکنه به نماز خوندن یه هفته، بعد پایان یه هفته سرشو میکنه رو به آسمون میگه خدا من یه هفته اومدم نماز خوندم، اگر تو وجود داشتی که الان منو رسونده بودی به اون چیزی که میخوام، اصلا دیگه نماز نمیخونم. رفیق، مگه نماز رو واسه خدا میخونی؟ متوجه؟ باید به صورت بلند مدت نگاه کرد. من یه متن کوتاهی رو خیلی دوست دارم، ازت میخوام این متن رو یادداشت کنی، جز متنایی که هر وقت من لبریز میشم میرم سراغش. متن اینه: تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی. به به، تنها زمانی شما صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی و نه یک ضعف. آنچه ویرانمان می کند روزگار نیست، بلکه حوصله های کوچک برای آرزوهای بزرگ ماست. آنچه که ویرانمان می کند روزگار نیست، بلکه حوصله های کوچک برای آرزوهای بزرگ ماست. ما خیلی وقتا حوصله شو نداریم. خدا داره تدارک میبینه رویای تو رو، ولی تو حوصله‌شو نداری، تو صبرشو نداری. این جمله رو با خود تکرار کن. سومین شرطی که برای بیرون اومدن از زندان داریم، همیشه همراهتون یه دفترچه داشته باشید یا تو نوت گوشی یادداشت کنی چی رو بنویسم. ایده ها و نشانه هایی که میبینی رو در جا یادداشت کن. زمانی که ایده ها و نشانه ها رو در جا یادداشت میکنی، باعث تقویت دریافت ایده و نشانه میشی. نگو من یادم میمونه، دو ساعت بعد یادت نمیمونه. تو در جا یادداشت کن. زمانی که تمریناتو انجام میدی، یک سری ایده به ذهنت میرسه. زمانی که تمریناتو انجام میدی و دقت بیشتر میکنی، یک سری نشانه میبینی. همه رو یادداشت کن. هر نشونه دیدی سری یادداشتش میکنی، حتی اگه خیلی بی ربط باشه یادداشتش کن. یه زمانی که من داخل، بهتون گفتم، داخل رستوران کار میکردم، هر کی که میومد رستوران و میتونستم من باهاش صحبت کنم، خیلی وقتا نمیتونستم صحبت کنم چون توی آشپزخونه بودم، نمیتونستم صحبت کنم، ولی هر کس که میتونستم باهاش صحبت کنم بهش میگفتم ایده یه کسب و کار چیزی نداری؟
و خیلی ایده داشتم و من در جا یادداشت میکردم. زمانی که ایدههی هر روز یادداشت کنی، باعث تقویت دریافت نشانه ها و ایده ها داخل زندگیت میشه. و یه زمانی بدون این که کسی بپرسی نشانه دریافت میکنه. این سومین شرط بود. و چهارمین شرط بیرون اومدن از زندون اینی که هیچ وقت اجازه ندیم انرژیمون بیفته. ناپلون هیل یه جمله معروف داره، میگه بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی مهمتر از انرژی اون نیست. همه چی انرژی، نباید اجازه بدی که انرژیت بیفته. مهمترین راه افزایش انرژی در زندگی وصل شدن به منبع انرژیه. منبع انرژی در زندگی چیه؟ مهمترین منبع انرژی در زندگی ما خداست. زمانی که بتونیم به خدا وصل بشیم، یک حال خوبی پیدا میکنیم. خب من دیگه تایمم رفت بالا. خب من در جلسه بعد، هفته بعد لایو نمیریم. اگر این دو هفته آینده استقبال فوق‌العاده باشه، من پست امشب و لایو امشب رو پست میکنم. اگر فوق‌العاده ببینم استقبال داریم، دو هفته دیگه براتون لایو برگزار میکنم با موضوع خدا. خب من با این قرعه کشی هم کنم، درست میگم؟ بذارید من قرعه کشی هم انجام بدم. خب قرعه کشی، یکی از پستامونو قرار بود که سه نفر رو برنده اعلام کنیم. مهندس درست دیده میشه؟ نیومده؟ تو عقبتری نسبت به این. خب من میخوام سه تا برنده تعیین کنم برای کسایی که کامنت گذاشته بودن در پست. فکر کنم یکی مونده به آخرم بود. همه کامنت ها بارگذاری شده، حالا من سه تا برنده رو تعیین کنم. استارت رو میزنم، کامنت ها داخل سایت لود شده، حالا میخوام بالا بیارم. نفر اول برنده هامون، من خودم نگاه کنم، جناب آقا یا خانم بیشوان، درست دارم میگم مهندس؟ جناب آقا یا خانم بیشواند اومده بالا؟ بله. خب جناب آقا برعکس دیده میشه از اینجا. خب جناب آقا یا خانم بیشوان، من اومدم گفتم. بذار نفر بعدی دوباره استارت بزنم. نفر بعدیه. خب نفر بعدی منم نگاه کنم، مهناز دات یاری ایگرگ AARI برعکس دیده میشه بس این که. و نفر سوم استارت بزنم. نفر سوم زهرا طاهری 988. اینم سه تا برنده ای که قرار بود قرعه کشیشون رو انجام بدیم. خیلی خوشحال شدم که امشب حدود یک ساعت براتون کلاس برگزار کردم. افتخار من داخل زندگی خدمت به شما عزیزان جانمه. شما فوق‌العاده‌اید و بی‌نظیرید. و تا سلامی دیگه همه شما عزیزانم به خداوند منان می‌سپارم. یادتون باشه این لایو رو پست کردم، توی کامنت‌ها بنویسید که از لایو امشب چی یاد گرفتید. تا سلامی دیگه همتون رو به خداوند منان می‌سپارم. شبتون بهشت رفقای من.